سلام بچه ها، چطورین؟ حالتون خوبه؟ تازه از زنبور اومدیم، کنار اومدیم داشتیم سر میزدیم بهشون و بعد از دو سه روز بارون و یه هوای ابری خیلی خوب که بارون زد و زنبور زیاد کار نکردن، اومدیم بعد از دو روز یه هوای آفتابی عالی گذاشت، یه سر زدیم، خدا رو صد هزار مرتبه شکر زنبورمون عالی بودن. یه ایده بهمون رسید، اینکه در مورد کندوها صحبت کنیم. دوستان خیلی تازه وارد این کار میشن و خب میرن میخونن از این ور اون ور، یه جای درست میگه، یه جای غلط میگه، یه جای شکسته بسته، بالاخره اطلاعات متفاوتی رو جمع میکنن راجع به کندوهای مختلف. بعد میخوان وارد کار بشن، سردرگم میشن بین کندوها. میگن خب، میگن روش سنتی خوبه، پس چرا اینا همه دارن مدرن کار میکنن؟ مدرنا میگن سنتیه، نه ما میخوایم سنتی کار کنیم. دوستان عزیزم، میخوام مثلا اینجا بهتون معرفی کنم کندوها چند مدلن، چه جوری هستن، چه خوبیایی دارن، چه مزراتی دارن. اولین قسمت ما سه مدل کندو داریم. کندوهای طبیعی داریم، کندوهای سنتی و مدرن صنعتی داریم دوستان. کندوهای طبیعی که اصلا به کار ما نمیاد، که اصولا تو غارا، لای سنگا، توی درخت ها، توی میدونین توی طبیعت به صورت خودبافت زنبورهای وحشی انجامش میدن یا زنبورهای که اصولا فرار میکنن، اصلا اینو میذاریمش کنار. میم سراغ کندوهای سنتی. کندوهای سنتی اصولا شاید توی اینستاگرام یا توی یوتیوب دیده باشین. کندوهای سبدی هستش، کندوهای کوزه‌ای هست، کندوهای گلی هست، کندوهای تنه درختی هستن. کندوهای سنتی از قدیم الایام بودن. خب اولین سری زنبورداری توی کره زمین به صورت سنتی بوده و این کندوها باب بودن. این کندوها دوستان مزراتش بیشتر از فایده هاشه و یکی از مزرات اصلی کندوهای سنتی اینی که نمیتونین مدام بهشون سر بزنین، نمیتونین بازدید همیشگی داشته باشین، نمیتونین قاباشو جابجا کنین و اینکه نمیتونین فضای زیادی به زنبور بدین. یعنی شما دست شما نیست که فضا بدین به زنبور، خود زنبوره، قابهاش بیشتر خود بافته. و ایراد این موضوع چیه؟ خیلی دوستان میگن خب مومش طبیعیه، طبیعی میبافه، سنتیه. دوستان زمانی که نشه به کندو سر زد، نشه کندو رو کنترل جمعیت کرد، یعنی ببینین چجوریه، ببینین وضعش چجوریه، اولین ایرادی که میگیره بیماریه. یعنی شما وقتی که کندوتون بیماری بگیره نمیتونین تشخیص بدین میزان بیماری رو، نمیتونین کنترل کنین کندو رو، مخصوصا به خصوص کنه که باید یک کندو لازه کنه همیشه بررسی بشه توی فصول مختلف سال. ولی خب شما توی کندوی سنتی توانایی ندارین که قاباشو جابجا کنین، کل کندو رو بررسی کنین، کل کندو رو بررسی کنین. اصولا هم کندوی سنتی خیلی بچه طبیعی میدن به یه دلیل. شما تو کندوی سنتی و مدل میتونین فضای اضافه به کندوهاتون بدین، ولی توی سنتی شما هیچ دسترسی به فضای اضافه ندارین. برای برداشت عسل باعث نابودی یک قسمت از زنبوراتون میشین، باعث نابودی یا تخریب موم داخل کندوها میشین. پس اینجا متوجه میشیم که شاید یک فایده هایی داشته باشه، مثل طبیعی بودن خیلی از موضوعاتش، طبیعی بودن بافتش، طبیعی بودن بچه هاش، ولی خب این مزراتشه. واسه دوستانی که امروز روز میخوان وارد صنعت زنبورداری بشن و میخوان پیشرفت داشته باشن، میخوان برداشت عسل خوبی داشته باشن، میخوان کنترل کنن جمعیت رو، کنترل کنن بیماری رو، درمان کنن بیماری رو و حتی عسل بیشتری بردارن، باید از کندوی سنتی فاصله بگیرن. کندوی سنتی شما باید یک تجربه عمیقی داشته باشین، یک تجربه زیادی از زنبورداری سنتی داشته باشین تا بتونین از پس کندوی سنتی بر بیاین. دوستان به خاطر همین اگر یک موقع خدای نکرده به کندوهای سنتیتون بیماری وارد شه، امکان داره یک تلفات، یک خسارات جبران ناپذیری مثل از بین رفتن حتی کل کلونیاتون داشته باشه. میذاریمش کنار، میریم سراغ مدل. فکر کنم هولوش سال 1986 بود که آقای لانگسترود اومد کندوهای جعبه‌ای رو ساخت. کندوهای جعبه‌ای چیه؟ کندوهای امروزی که داریم میبینین همه تکامل یافته کندوی لانگسترود آقای لانگسترود هستن که بهشون میگن کندوهای لانگسترود. این کندوها به صورت جعبه‌ای بودن، یعنی با تحقیق کامل میزان قطر کندو، تعداد قاب‌ها، مسیر قاب‌ها، جای قاب‌ها، اندازه قاب‌ها، همه تحقیقات شده ساخته شد به طوری که بتوان آنها رو به هر روزانه کنترل کرد دوستان. پس کندوهای مدرن اولین خاصیت کنترل کامل،
جابجایی تیکه به تیکه کندو، به راحتی قابل کنترل بودن، قابل دیدن، بتونین میزان عسل دلخواه رو برداشت کردن، محرکه، یعنی یه چیز عالی، یعنی بهتر از این دیگه نمیشد. ولی خب آقای لانگسورد فقط تولیدش کرد، یعنی اومد ساخت و دیگه تکاملی پیدا نکرد، تا اینکه به مرور این موضوع تکامل پیدا کرد. بر چه اساس؟ اومدن آزمایش کردن، اومدن دیدن میزان بازدهی زنبور توی کندوی لانگسورد فوق‌العاده بیشتره، تا 70% بیشتر. پس از اون زمان به بعد تمام وسایل ساخته شده برای زنبور عسل، واسه محصول زنبور عسل، مال کندوی لانگسترود شد. یعنی دیگه هیچ تولیداتی واسه کندوی سنتی اتفاق نیافتاد، مگر اینکه به صورت دستی. اومدن قاب بهش اضافه کردن، اومدن بهش طبق اضافه کردن و حتی آقای دادانت اومد یک کندوهای 12 قاب، 14 قاب و 16 قاب رو تولید کرد. کندوهای دادانت، خب اونم بهتون توضیح میدم حالا چه، اونم یه مشکلاتی داره. کندوی لانگسترود که امروز داریم میبینین به صورت کندوی آمریکایی و کندوی ترکی توی ایران خیلی باب شده. البته کندوی آلمانی هم میگن هست که توی ایران زیاد کاربرد نداره، ولی ما داریم در مورد محیط خودمون صحبت میکنیم. کندوی ترکی و کندوی آمریکایی امروز توی ایران خیلی بابه و خیلی عالی هستن. چرا؟ چون هر کدوم یه فایده هایی یه مزایایی دارن. دوستان این کندوها خوبیشون اینه که تو اندازه‌های متفاوته، یعنی شما میتونین اندازه هم بهش بدین، حتی دوستان شما میتونین اندازه قاباتون رو متفاوت بدین، میتونین بهش فضا بدین. فضا چجوری میگم؟ این فضا منظورم از طبقه، ما اینجا داریم اگه دیده بشه. شما میتونین با طبق دادن به کندوهاتون روی کندوهای ترکیه یا روی کندوهای آمریکایی میزان بازده زنبور رو افزایش بدین. دیگه زنبور جمعیتش بیش از اندازه افزایش پیدا نکنه که تو جا نداشته باشه، مجبور بشه بچه دادن. همین الان همین یه نکته کندوهای مدرن رو توی این سطح قرار داد و کندوهای سنتی رو زیر صفر. دوستان پس حتما قبل از اینکه اولا میخواین زنبوردار بشین، باید راجع به کندوها تحقیق کنین. به نظر بنده، به نظر ما، یعنی گروه ما، واقعا با کندوهای ترکی و آمریکایی واقعا موافق هستن، چون قابلیت آپشن دارن، یعنی میتونین آپشن بهشون اضافه کنین، میتونین افزایششون بدین به راحتی. حالا میریم سراغ کندوهای دادانت. کندوهای آقای دادانت که 14 قاب 16 قاب و 20 قابی هم حتی آخرها درست شده بود، یک خوبی هایی داره. این کندوها قابلیت تعویض قطعات داره، یعنی شما میتونید تیکه تیکه این کندو رو جابجا کنید. اما ایرادش اینه که خیلی بزرگه، یعنی اینکه قابهاش هلوش 30 سانته، یعنی 10-15 سانت بزرگتر از قابهای کندوهای ترکی آمریکایی هم بزرگتر هستن قابهاشون. و این افزایش قاب، این افزایش حجم قاب، افزایش اندازه قاب، ایرادش تو اینه که کندو دیر رشد میکنه، یعنی یک پولونی زنبور باید زحمت فراوونی واسه بافتن یک موم به اون اندازه بعد بره سراغ موم بعدی. یعنی شما بخواین یک کندو با طبقه زیاد داشته باشین، به نظر من حداقل 2 برابر تلاش یک کندوی ترکیه باید تلاش کنه. این خودش ایراده، چون دوستان میخوان افزایش بدن، خیلی دوستان میخوان تعداد بالا کندو پرورش بدن، کندو بفروشن، و اینا هم واسه اونی که میخواد بفروشه و هم واسه اونی که میخواد بخره مغروم به صرفه نیست و لحاظ صنعتی ایراد داره. دوستان پس بهترین کندو تا امروزه کندوهای آقای لانگسترود هستش، کندوهایی که ما امروزه به اسم ترکیه‌ای و آمریکایی. بعد از یک مدت این کندوها بر اساس آب و هوای همون منطقه ها ساخته شده بود، کندوهای کف بسته بودن. خب اصولا زنبورداری تو جهان گسترش پیدا میکنه، بعد از یک مدت که گسترش پیدا میکنه به شمال میرسه، به جنوب میرسه، به آب و هوای مختلف میرسه، گرم، خوش، مرطوب، معتدل. ایراد این آب و هوای متفاوت، چون که کندوها از چوب ساخته میشه و اینکه همه جاش بسته هست، زنبورا میان قسمت بندی میشن، یکی برای خشک کردن کندو، یه تعداد جمعیت کثیری، یه تعداد جمعیت کثیری واسه خنک کردن، یه تعداد کارگر. توی آلمان اومدن یه کار کردن، اومدن کندو رو کفشو برداشتن. اول کندو که کفش برداشته میشه، علاوه هوا درسته تغییر آب و هوای داخلش اتفاق میفته، خوب تعبیه میشه، اما یه ایراد دیگه داره، اینکه این تهویه هوا و این نزدیک بودن به کف کندو باعث ایجاد بیماری های متفاوتی میشه، باعث میشه که این زنبورا هوای معتدل و عایقی نداشته باشن، هوا سریع تغییر کنه. اومدن کندوی کفباز رو تولید کردن، ولی کف کندو به صورت مجزا تولید میشه. کف کندوی کفباز
هلوش 8 تا 10 سانت از زیر قاب‌ها فاصله داره تا توری زیر. کندوی کفاز چه خاصیتایی داره؟ دوستان، کندوی کفاز یکی از خاصیت‌های مفیدش اینه که رطوبت در فصول در فصل‌های بارانزا یا حتی شمال زمین به صفر می‌رسه. یعنی شما 20% از جمعیت کلونی زنبور عسلتون که وظیفش از بین بردن رطوبت کم میشه، میاد تو بخش پرواز و واسه صحرا واسه شهداوری. این اولین خاصیت. دومین خاصیت، به خاطر اون باز بودن فضای زیر کندو و داشتن اکسیژن کافی و خنک بودن در فصل تابستان و فصل برداشت عسل و گرم بودن در فصل زمستان، زنبور نیازی به گرم کردن و خنک کردن داخل کندو نداره. 20% مابقی زنبور میره سراغ شهداوری. تا اینجای کار 45% افزایش میزان شهداوری و عسل دارین شما دوستان. پس فهمیدین حالا ما چرا اینقدر داریم تأکید میکنیم روی کندوی کفاز؟ ما برای شما هم کندوی کفبسته در حال پرورشیم، هم کندوی کفاز. اینطور که میخوام بهتون بگم، تقریبا کندوی کفاز ما 3 برابر رشدشون بیشتر از کندوی کفبسته ما هستن. خب الان بهتون گفتم 40%، 45% افزایش شهداوری، 45% افزایش میزان تخمریزی. تخمریزی در کندوهای کفبسته از دم در شروع میشه. چرا؟ علتش وجود اکسیژن زیاد توی دم در هست و بقیه جاها به مرور باید زنبورها، یه چیزی حدودش 20% از زنبورهای کارگر دوباره به سراغ تهویه هوا برن تا اون هوای داخل، دی اکسید کربن داخل از بین بره. شما کندوی کفبسته دارین، توی اوایل فصل بهار میبینین زنبور داره باد میزنه. چرا؟ هوا به این گرمی نیستش، هوا خنکه، چرا باید باد بزن؟ این باد زدن برای خنک کردن نیست، این باد زدن برای از بین بردن دی اکسید کربن داخل کندو. ایراد بعدی، 20% از کندوهای زنبورهای کارگرتون اینجا هم آزاد میشن سراغ تخمای داخل میرن. یعنی شما همینجور به مرور میبینین که چقدر بازده کندوهتون زیادتره. کندوهای کفاس زیرشون باز هستش، اکسیژن کافی دارن، یک تأخیر چند روزه در تخمریزی داره، ولی تخمریزی انفجاری بهتون میده دوستان. یعنی به یهو کندوتون منفجر میشه میاد بالا. دوستان میخوام یه جنبندی کامل برسیم. خیلی از دوستان با کندوهای کفاز یک دشمنی نمیدونم دارن، چی میگن؟ یک مقابله میخوام بکنن، نمیدونم میترسن از چی میترسن. کندوی کفاز با عایقی که در روش قرار داده میشه و این هوایی که بالا رد و بدل نمیشه، همیشه دمای داخل متعادل نگه داشته میشه، میزان پرخاش زنبور فوق‌العاده کم میشه، فوق‌العاده کاهش پیدا میکنه. دوستان به ما میگن چجوری میرین سراغ زنبوراتون بدون دودی یا جلوی زنبوراتون وای میستین؟ این یکی از دلیلاش به راحتی، چون زنبور کاملا در شرایط ایدئال قرار میگیره دوستان. یک ذره کاملتر تحقیق کنید، یه ذره کاملتر بخونید، برید دنبالش. واسه شروع حتما از 4 تا انسانی که تو زنبور داری واقعا مدرن دارن کار میکنن، واقعا نتیجه گرفتن. گاهی اوقات درست تجربه خوبه، ولی به نظر من گاهی اوقات به افرادی که علمی ترم کار میکنن توجه کنید. خیلی دوستتون داریم. حتما نظراتتون رو زیر این پست بنویسین، ببینم چه تجربه هایی از کندوهای کفاز یا کفبسته داشتین. دوست داریم همیشه پیشتون باشیم. خدایا خداوند شکرت که پیشتونیم و میتونیم باهاتون در ارتباط باشیم. دوستتون داریم. خدا نگهدار.